آقا ها علیکم، حالتون چطوره؟ ردیفید؟ امیدوارم که ردیف باشید. امروز اومدیم که این ستی که تنمه رو کاملش کنیم و گردونه هشمتیک موهاشو بگیریم. اگر هم واسمون یوسیمون روی گانها میزنیم رو اون گردونه ای که توش پر گانه، و اگر هم متریال اوکی به اون داد میریم و دو سه تا از گانامونو کیل مسیج میکنیم. و همچنین یه مهمانی ویژه داریم که امروز به ما افتخار داده و اومده، نوید محمدزاده. من همین الان میخواستم بگم چه افتخاری برای ما. ای بابا دمت عاشقتم، فداتم، مخلصتم، افتخارم تو این برنامه هستم. مرسی که اومدی داداش. نوید داداش خیلی وقت نیستی، قبلا میومدی پابجی بازی میکردیم، همین مدت زیادی برای این که اکانت رو فروختی نیستی. دلم برای همتون تنگ شده. ایشالا بتونیم با انرژی خوب، تمرین زیاد، کاره خوب این مدتی که کنار هم نبودیم و جبران کنیم. خب وارد گردونه میشیم و میریم قسمت این کارت هاش. یه ذره سپید پوست بکنیم، یه چند کار از این سیلور ها بزنیم ببینیم شانسمون چطوره. اگر شانسمون خوب باشه ممکنه از این کارت هایی بده که متیک و واسه ما شانسش میبرم بالا، مثبت 10 میکنه، مثبت 50 میکنه، و حتی یه دونش هم هست که اصولا گیر هر کسی نیومده کاملا بهت هدیهش میده. خب بیشتر از این نمیزنی، نمیخوام وقتتون رو بگیرم چون که خیلی زیاد دارم سیلور. میریم اولین 10 تا رو میزنیم بدون اسکیپ. قطعاً یه چیزی هست، من از این گردونه چیزی خاصی نمیخوام چون واقعا همون سری اول به من خوب داد، همون سری اول به من با 4-5 کا یه متیک داد، و الان فقط میخوام که مثلا این 300 تا رو واسه من پر بکنه، 300 تا بشه برم موهاشو بگیرم برم از این گردونو برم. کلا این گردونهای هشمتیک خیلی یوسی میخوان، با اینکه من همیشه توشون خوش شانس بودم ولی اینا خیلی یوسی میخوان. خب این چوبش هم گرفتیم، چوبش هم نداشتیم. از لجنداشو من کیفشو ندارم و ایکیمشو ندارم که اصولا بعد از اینکه گانای آپگریدی اومدن دیگه اصلا مهم نیستن. این اسکین های دیگه قشنگ ترین اسکین ها هم بیان، مثلا اسکین متیک اسکارل هم که اومده چون کیل مسیج نداره توی بازی استفادهش نمی کنم. خب ایکیمش هم گرفتم. و اما نوید ساکتی، یه چیزی بگو. اما نوید به نظرت یه رفیق خوب چه رفیقی ها؟ یعنی ما بچه ها این بینندگان چنل پابجی فارسی بهشون توضیح بده یه رفیق خوبی هست. من نظرم اینه که رفیق کسی که انتظاری از تو نداره. دقیقا اینو گفت. من یاد عموداریوش افتادم، این سرم بخریم به نام عموداریوش، سرش هم گرفتیم متیک. نظرت در مورد عموداریوش چیه؟ یعنی وا خداست، بعضی موقع یه قهری باد میکنه، بعضی موقع حالتو میگیره، بعضی موقع یه کادو بهت میگه کار کردی با من. دیدی وقتی تو اسکواد پابجی بازی میکنیم همش میره پشت، اصلا یه اسنایپ برمیداره میره یه جا قایم میشه. واقعا من اینو فهمیدم، میش وای میسته دور. الهش کن بابا، رقمی نیست در مورد حرف بزنیم. خب موامون هم گرفتیم و ست کامل شد. برام بیل بلک پشت کمرم هم عوض کنم، اینم امروز گرفتم، خوشگل میشه. نگاه کن قشنگ با این اسکارله میاد، به این اسکارله میاد. با ایکیما خودش هم بد نیستن سته، ولی با این اسکارله انگار یه چی دیگه است، خیلی ناسه. حالا خودش هم خوشگله، اپنش خوشگلتره. اینو میذارم پشتم، دستم هم اسکارله میگیرم. خیلی ناناس شد. خب اما نوید بریم شانسمون رو واسه این گانا امتحان کنیم. 8 تا گانه، با همون اسکیپش شروع کنیم به زدن. اما نوید تا حالا به من 6 تا ایکم یخی داده این گردونه، حدود 20 تا حالا یوسی زدم. بر هفتمین ایکم یخی هم به من داد، پشیمام. واقعا این باکس واسه من خیر داشته، واقعا خیلی داشت. همینجوری اسکیپ بزنیم بریم تا آخرش، واقعا دمشکم پاپچی.
خب هیچی نداد، اینم هیچی، یوسی همون هم تموم شد. تا بریم یوسی شارج کنیم، همون ویدیوهات با هم تی دی ام میزدیم، من تو رو چیزت میکردم، فیستت میکردم. چی داری میگی تو واسه خودت؟ بابا ام فور نو سلاید میزدیم، من دمجت میدادم، فیستت میکردم، یاد نمیاد؟ یادم نیست چون نمیدونم از چی حرف میزنی. آره آره که بعدش رفتی وی پی ان زدی، نمیدونم وی پی ان چی تونستی منو ببری. آره 100 سال سیام همچین کاری نمیکنه. بعدم رفتی رو اون اکانت مکست که همه گاناش مکس بود، چیت وی آی پی زدی و چیت وی آی پی تونستی منو ببری، رفتی همه جا گفتی. آره فکر یادم رفته. نه الان من به کی قسم بخورم باور کنی کار من نبوده، به خدا من دل این کارا رو ندارم. بی خیالمو نوید، خودتو ناراحت نکن، بالاخره اینا هم گذشته بوده و قبلا نوب بودی و ول کن. بگذاریم یوسی هم اومد بزنیم ببینیم شانسمون چطوره. اولی چی، دومی، سه، چهار، خب ببینیم پر شد، شد 90 درصد، 5 تا دیگه باید بزنم. اینم هیچی، اینم هیچی، هیچی ندارد. بازم راضی هم نه کن، 2500 تا 3 تا متریال اوکی، یعنی اینجا اگه به من اسپری هم بده که داد بازم راضی هم خدا وکیلی. ولی خدایش قبلش که تی دی ام هم نبود توی کلاسیک روم کی بود اسکریم داشتیم، تو اسکریم هم زدم، بعدن رفتی همه جا گفتی تو منو زدی، تو اسکول گفتی زدی، نمیدونم نزدیک روژوک آدرس هم ندادی کجا زدی. آدرس هم میگم، فقط ببین من الان نمیدونم خوابم یا بیدارم تو این کارا رو با هم میکنی، ولی اگه بیدارم و تو داری این بلا رو سر من میاری، باید تا آخر عمرت بترسی، باید وحشت داشته باشی. هی بابا همون نوید، الان که رکوردم نمیتونم چیزی بگم. باشه حالا بعدا در مورد شرف میزنیم، بی خیال. بیا بریم چند تا گانامون رو آپگرید کنیم. این تامسون جدیده خیلی باحاله که 30 گانیه که من گرفتمش واسه این اکانت و 50 تا متریال. تا چند روز پیش 41 داشتم، دو تا کم یخی برام در اومد، با این امروز سومی شد 50 تا. اینم کیل افکتش، ادوانس فارمش، کیل مسیجش. بعد از این میخوام دی پی رو کیل مسیج کنم، دی پی کیل مسیج هم نداشتم تو این اکانت و الان تقریبا میشه گفت 99% گانها کیل مسیج هستن وقتی دی پی و چیزم باید کیل مسیج کنم، پی پی سون، ادوانس فارم و کیل مسیج. خب اینم از دی پی مون کیل مسیج شد. من اینا رو فاینال فارم نمی کنم، اصلا ارزش نداره به نظر من. این نه، این پی پی سونه نه، یه پی پی سونه دیگه دارم که این خیلی باحاله، اینو حتما کیل مسیجش میکنم، از اونی که قدیمی تره و قشنگ تر. اینم ادوانس فارم و کیل مسیج. کلن رو هم دیگه 3 گان کیل مسیج کردیم، از 50 تا متریالمون یه حدود چند تا 38 مونده، 12 تا هر گانو با 4 تا دونه متریال کیل مسیج کردیم. ای بابا عمو نویدم رفته که بابا ما هر سریه که بچه ها ناراحت میشه میره سری پیش محمد رضا گلزار از دستم ناراحت شد، این سری هم عمو نوید چه میدونم بریم یه تی دی ام بزنیم دنیا دست کیه. امیدوارم برنامه بعدی که امیر تتلو میخواد بیاد دیگه اون از دست من ناراحت نشه، اون دیگه ناراحت بشه خیلی پشت سنگین میده. حالا ویدیو قبل اما محمد رضا گلزار گانام هم اوکی نیستم بچه هم پی پی سون و تامیکان قدیمی هم میام بیرون گانام اوکی کنم بریم چند تا کیل مسیج ببینیم. سری قبل محمد رضا گلزار مایکشو بست ناراحت شد، این سری هم نویدم بدون خدافزی رفت خیلی جر و بست داغ شد در مورد فایت های سابق قدیم. ای بابا خب بریم گانامون اوکی کنیم یه تی دی ام بزنیم و از شر ما راحت شید. بچه هایی که چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارن سابسکرایب بکنید، چون که برنامه بعدیمون با حاج امیر تتلو، سلطان امیر تتلو، اونم خیلی باحال میشه. خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم که تا اینجا ویدیو بودید. I love you all. Bye bye. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.